سلام، در این باره بحث خواهیم کرد. معاون نخست رئیس جمهور از ادامه روابط طالبان با القاعده سخن میزند. آقای صالح تأکید می‌ورزد که با وجود توافق طالبان با آمریکا برای قطع روابط این گروه با القاعده، نیروهای دولتی سه عضو این شبکه را در یکی از پایگاه‌های طالبان در جنوب کشور از بین بردند. شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که طالبان رابطه نزدیک با گروه‌های تروریستی به ویژه القاعده دارند. اما یک عضو شورای رهبری طالبان گفته که این گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر به هیچ جنگجوی خارجی نمی دهد. برای بعض در این باره آقایان خلیل سروری، استاد دانشگاه کابل، و رحمت الله هندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در استدیو حضور دارند. خوش آمدید بسیار برنامه. آقای اندر، با شما آغاز شد برنامه. معاون نخست رئیس جمهور آقای صالح گفته که طالبان همچنان با القاعده روابط دارند، یعنی پس از توافقنامه روابط همچنان ادامه یافته. توافقنامه امریکا طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګه د فره خبر ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. تر دغه دمه پورې سي جګړه روانه ده، او په جګړه کې ګڼ شمېر جنګیالي د طالبانو له لورې نیول شوي دي، او همدارنګه هغه ثبوتونه سي د طالبانو په لیکو کې یا په هغو سیمو کې سي د القاعده کسان وژل شوي دي. دا ښکاره ثبوتونه دي تر دې دمه پورې سي طالبان لا هم له القاعده سره تړاو لري، او دوی تر اوسه پورې یو له بل نه خپلې لیکې نه دي بیلې کړي. درست. از کجا فهمیده شده که جنگجویان کشته شده در میان نیروهای طالبان پیوند با القاعده داشتن، عضو این شبکه بودن؟ په د لنډو شپو کې، یو میاشت مخکې، یو نیمه میاشت مخکې، د المصري وژنه په اندړو ولسوالۍ کې، په هلمند کې همدغسې، په فراه کې تقریبا، په له تیر کال نه تر اوسه پورې درې څلور کسان د القاعده د غړي په افغانستان کې دي، په هغو سیمو کې وژل شوي دي، په کومو سیمو کې چې طالبان دي او طالبان تر کنټرول لاندې دي، یا طالبان هلته پکې اوسیږي. طالبان د دې دعوه لري چې په دې سیمه کې له دوی نه پرته بل څوک نشته. په همغه سیمو کې د دغسې خلکو وژل، او د دغسې خلکو بلکې ځینې جنګیالي هم شته دی چې طالبانو په لیکو کې نیول شوي دي. هغوی په اعترافاتو کې ویلي دي چې دوی له القاعده سره اړیکې لري. نو تر اوسه پورې دغه اړیکې د همدغو شواهدو او مدارکو له لارې موږ ویلی شو چې طالبانو له القاعده نه خپلې اړیکې نه دي بیلې کړي. خب، طالبان رد کردن نخست رابطهشان با القاعده، دوم کشته شدن اعضای شبکه القاعده را در بخش های زیر حاکمیتشان. طبی خبره ده طالبان به دا خبره ردوي، ځکه په طالبانو باندې نړیوال فشارونه دي. طالبانو دا ژمنه کړې ده، دا وعده یې کړې ده چې دوی به له نړیوال تروریزم سره یا له نړیوالو هغو تروریستي ګروپونو سره به اړیکې شکوي، خو دوی په دوی باندې نړیوال فشار دی. له همدغه وجه نه دوی هیڅکله هم نه وایي چې دوی له نورو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري. درست. آقای سروری، نخست القاعده حضور اثرگذار در افغانستان داره یا نه؟ دو، روابطش با القاعده با طالبان همچنان پایدار است و دوامدار و قطع نشده؟ سوم، چی میخواد القاعده در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در سلام خدمت شما و بیندرسه و همکاران عزیز و بیندگان محترم. رابطه طالبان با القاعده یک رابطه ایدئولوژیک و یک رابطه استراتژیک و یک رابطه بنیادی است، و این رابطه از دوران جهاد پس از مجاهدین به طالبان بیرس مانده، و از جانب دیگر رابطه القاعده و طالبان یک رابطه همکاری دو جانبه بسیار مشترک و بسیار عمیق است، و به این سادگی هم طالبان نمیتونن رابطهشون با القاعده ترک بکنن. و بین طالبان و القاعده یک همکاری های پنهانی در بحث انفجار، انتحار و جنگ در افغانستان و در منطقه وجود داره، و حتی گفته میتونم که اینا به صورت استخباراتی همکاری بسیار مشترک را انجام میدن.
اگر طالبان بخواهند هم با القاعده رابطه خود قطع بکنند به سادگی نمیتوانند و القاعده در خیلی از موارد بر طالبان در منطقه مسلط است. و مسئله دیگه است که طالبان القاعده دنبال چیز خوب واضح است. القاعده با توجه به اهداف کلانی که رهبری زی سازمان کلان مطرح کرده دنبال موستن دنبال و فکر میکنن که خوبترین جغرافیا و مسئولترین جغرافیا برای حضور طولانی مدت میتونه افغانستان باشه. به چند لحاظ، یکی به لحاظ مسئول بودن و پیچیده بودن جغرافیا، و از جانب دیگر به لحاظ موجودیت یک باور افرادگرای مذهبی در منطقه، و از جانب دیگر هم برای نفوذ بر کشورهای منطقه این یک دهلیز است. به اول لحاظ اینا اینجا آمدن حضور دارن، و از همه مهمتر است که طالبان چتر کلان محافظتی است برای القاعده، نه تنها برای القاعده بلکه برای سایری از شبکه ها و گروه های اسلامی اهم از افراطی و غیر افراطی. درست. در منطقه طالبان یک چتر است و طالبان را به طرف به سادگی قطع نمی کنند و قطع هم کرده نمی تانند، و فکر می کنم اگر بخواهند قطع بکنند اینا آسیب پذیریشون بیشتر است. بسیار خوب. آنچه با من نخست رئیس جمهور رو گفته بدامه این روابط که شما تعریف کردین مستند است؟ خب ما فکر میکنم استنادی نیاز نداره. شما من پیشتر اشاره کردم از آغاز جنگ شما میدون رهبری القاعده حامی مستقیم جریان جنگ در افغانستان بود، با رهبران مجاهدین رابطه داشت، و طالبان هم بخش بازمانده ناراضی مجاهدین است در وضعیت امروزی، و همو شکل امی همکاری به همین رابطه را از طریق طالبان القاعده حفظ کرده، و در خیلی از موارد عملا القاعده جنگیده در منطقه، و از همین طریق با برج‌های جهانی حمله کرده، و از همین طریق به اکثریتی از کشورها حملات خود القاعده سامان داره، و این زیری طرح طالبان بوده و زیر حمایت طالبان بوده، و این رابطه به سادگی آسیب نمیبینه و قطع نمیشه. هم امریکایی ها میدانن، هم مردم افغانستان میدانن، و این نیازی بر شواهد نداره، و این واضح شفاف و روشن است. و حتی ما در خیلی از موارد زمانی که در پاکستان بودم رابطه سران القاعده را با مردم افغانستان. درست. با ملاها، با رهبران جهادی میدانم، و این مستند است. درست. آقای اندر، افزون بر ما یعنی حکومت، متحدان غربی حکومت افغانستان هم از ادامه روابط طالبان القاعده پس از توافقنامه آمریکا طالبان با خبر است؟ بله، لومړی خو باید دا خبره وکړو چې طالبانو په متحدینو یا امریکا یا د امریکا متحدینو له طالبانو نه په لومړي ځل دا تر دې جګړې له مخه دا غوښتنه وکړې وه، کله چې طالبانو امارت دا غوښتنه کړې وه چې تاسې له القاعدې له ټولو هغو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړئ، اسامه تسلیم کړئ، او خلاص نور د موږ تاسو تر منځ جګړه نشته. خو طالبانو هغه خبره اوس ومنله، ویل چې موږ له القاعدې سره اړیکې پرې کوو او موږ له نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کوو، خو لا یې هم پرې کړې نه دي. څنګه چې مخکې استاد اشاره ورته وکړه، اشاره چې دوی تر منځ د ایډیالوژي توپیر نشته. دی چېرته چې د ایډیالوژي توپیر نه وي، یو هدف ته روان یي. چې یو هدف ته څوک روان یي، ولې بیل سي؟ زما لاره او ستا لاره دواړه یو هدف ته روانه ده، ما تا ولې بیل سو؟ ولې یو له بل نه لاره بیله کړو؟ او زه په دې باور لرم چې دوی خپله هم اړیکه نسي پرې کولی. او طبیعي خبره ده، البته په دې باندې زه نه پوهېږم چې امریکا او متحدانو ته به یې په دې اړه څنګه باور ورکړی چې دوی خپلې اړیکې بیلې کړې دي. خو د جګړې په ساحه کې څنګه ګورې اړیکې تر اوسه پورې نه دي بیلې کړې. درست. بسیار خوب، برمیگردم آقای اندر، به ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر. We'll be right back.
ادامه فراخبرها خواهند در. شما گفتین که شواهد نشان داده که چندین عضو القاعده حتی در بخشای زیر حاکمیت طالبان از طرف نیروهای دولتی کشته شدند، بازداشت شدند. معاون نخست رئیس جمهور گفته که 3 عضو شبکه القاعده تازه در جنوب افغانستان در یکی از پایگاه های طالبان از طرف نیروهای دولتی از بین برده شدند. چرا این اطلاعات با ایالات متحده آمریکا که توافقنامه با طالبان داره و در این توافقنامه جدا شدن القاعده و طالبان یک شرط است برای ادامه کار در میان نمیگذارین، چرا وارد گفتگو با آمریکا نمیشین؟ البته دا اطلاعات موږ رسنیو ته په خپل وخت باندې ورکړی دي. هغه که داخلي رسنی دي، کورنۍ رسنی دي او که بهرنۍ رسنی دي، درست ما خپل له دوو بهرنیو رسنیو سره مرکه کړې ده او په همدغه رابطه باندې مې کړې ده چې دا تړاو تر اوسه پورې د طالبانو او د القاعده تړاو تر اوسه پورې موجود دی او که نه دی موجود. هغه دلایل موږ ویلي دي چې ولې موجود دی یا کوم دلایل او شواهد او مدارک شته چې د هغه موجودیت ښیي. نو دا دوی تر دوی پورې رسېدلی دي. درست. چه واکنش داشتن، چه پاسخ دریافتین از جانب امریکا؟ در البته دی مستقیما هغوی ته تر اوسه پورې داسې نه دي وړاندې سوي، بهرنیو رسنیو ته ویل سوي دي، خو تر اوسه پورې داسې نه دي وړاندې سوي چې موږ یې په یو شرط باندې وړاندې کړو چې ولې داسې کېږي، ولې د دوحې د موافقتنامې خلاف دغه عمل سوی. تر اوسه پورې مې دغسې وړاندیز نه دی کړی او تر اوسه پورې د سولې هغه خبرې هم روانې دي، او به ګورو او پراتلیک کی بوګور. خو سربری نیاز نیست تا آنچه درباره ادامه این روابط گفته میشه و درباره سند و شواهد وجود داره با ایالات متحده آمریکا در میان گذاشته شود. یک بحث مهم است ظاهرا. من فکر می کنم اگر شما چند روز پیشتر هم صحبت های یک از دیپلمات های ارشد ایالات متحده آمریکا را اگر اشتباه نکنم آقای آکنبری را دیدین، امریکایی ها می دانن و می فهمن هم که این رابطه به سادگی قطع نمیشه. به لحاظ ازی که یک رابطه بسیار استراتژیک و عمیق و فکری و مذهبی است و ریشه هم در ارزش های دینی داره و نمیشه به این سادگی این رابطه قطع شود و احتمالا میشه آیسته آیسته به مرور زمان یک مقدار این رابطه سرد شود. و مسئله دوم است که طالبان اطمینان نمی کنند که آیا وضعیت بنفشون تغییر میکنه که بیاین رابطه خود با القاعده کم کنند. به اون لحاظ من فکر میکنم مقدار این زمان میبره. مسئله دیگه است که بله تمام دولت ها حق دارن اگر اسناد و مدارکی را به دست میارن و به یک جای باید مطرح کنن و شکایت بکنن. مثلا دولت افغانستان که ما پیمان استراتژیک داریم با ایالات متحده آمریکا نیاز است که صحبت بکنیم برایشان که و طالبان صادق نیستند با آنچه میگن و نیاز است که این باید جدی گرفته شود. ولی من فکر میکنم که قطعا هم دولت افغانستان اطلاعات شریک کرده و احتمالا خود امریکایی هم این اطلاعات به دولت افغانستان شریک میکنه که نه هنوز القاعده در صف طالبان میجنگه. شما میفهمید در بدخشان، در تخار، در قندوز، در بلخ، در سمنگان، در فاریاب، در سرپل به صورت فعال القاعده، داعش و طالبان حضور دارند. در کنر، در نورستان، در پکتیا عملا القاعده همکاری مشترک داره با طالبان. در بدخشان ما میبینیم و این یک مسئله واضحی است. یک آدم عادی میبینه، شما میبینید، من میبینم، آقای اندر میبینه و چطور دستگاه های استخباراتی دنیا نمیدانه که اینجا یک همکاری مشترک وجود داره. درست. و حضور اعضای القاعده در افغانستان در ارتباط با هستی اصلی القاعده است در بیرون از کشور یا نه هستی اصلی هم در افغانستان است؟ من فکر میکنم هستی مرکزی القاعده در امی خط فرضی دیورن قرار داره و اینا گفته شود که طراح اکثر عملیات پیچیده ای که در داخل افغانستان انجام میشه به وسیله مغزهای متفکری القاعده طراحی میشه. درست. و یقینا القاعده از لحاظ سازوکارهای استخباراتی
دستی بالا را در سطح دنیا و منطقه داره و من فکر میکنم که ایره با طالبان شریک میکنن و طالبان از اون طریق خیلی عملیات را به صورت منسجم انجام میدن و من خطاً به این موافق نیستم که طالبان رابطه خود را با القاعده قطع کنه و در یک چنین شرایطی اگر فرض کردیم من هم جای طالبان باشم رابطه خود را با القاعده قطع نمیکنم، بدیز که تضمینی وجود نداره که آیا آمریکایی ها به سرنوشت ما چگونه معامله میکنن. با اول لحاظ من فکر میکنم این بسیار پیش از وقت است که ما انتظار داریم. درست انتظار بجا. آقای اندر، اگر بر اساس توافقنامه آمریکا طالبان، گروه طالبان روابطشون را با القاعده قطع نکنن چی میشه؟ اثر بر کار خواهد داشت تا بند سال توافقنامه آمریکا طالبان؟ طبیعی خبره در لکم و شرایط و نسی طالبان و گرزی دی دوهی پا ترون کسی که دی دوهی پا موافقت نامه کسی طالبان و امریکایان و ترخپل منز کم شرایط کردی دی لا اوغو شرایطونه س طالبانو سرغړونه کړی دا بیا بیرته امغه دی تړون په اندازه باندې بیرته ل طالبانو سره امغه عمل سوی دی. مثال طالبانو دی خشونت دی کموالی خبره کړی و سیمو به دی دوهې له موافقتنامې سره سره خشونت کمو، خشونت کم نکو امریکایانو بیرته بیا بمباری په باندې وکړ، طالبانو په دې اړه باندې اعلامیې هم وکړې، خبره یې هم وکړه. نو طبیعي خبره ده چې کوم شرایط نه عملي کیږي نو دغه له دوی سره چې هغه کوم پریکړه هوکړه سوې ده هغه هوکړه به یو یو بند نه عملي کیږي همدغسې. ما خو مخکې وویل چې په طالبانو باندې نړیوال فشارونه دي، بل طالبان همدغه د دوهې موافقتنامه سي له امریکایانو سره کړې ده، دوی له هغې موافقتنامې نه نه غواړي چې تیر سي، خو عملا دوی هلته تیریدونکي دي. ځینې داسې باورونه، بلکې موږ هغه مشاهدې داسې دي چې د هغو طالبانو سی دی په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې ده او موافقتنامه کړې ده او دلته د جنګیالانو تر منځ یو فاصله دی، څه چې هلته ویل کیږي دلته منل کیږي نه. لا هم دوی کوشش کوي چې هماغه موافقتنامه همدغسې پاتې سي، هماغه موافقتنامه له امریکایانو سره په هماغه خپل ځای باندې پاتې سي او شرایط یې نقض نه سي. او نو په همدې او بلې خواته که دغه موافقتنامه نقض کړي نړیوال فشارونه په دوی باندې دي چې دغه نړیوال فشارونه بیا دوی نسي زغملی. له همدې امله دوی کوشش کوي وایي چې موږ له القاعده یا له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه لرو. آقای سربری، اگر آنچه شما هم گفتین که ادامه روابط القاعده طالبان یک بحث پنهان نیست، اگر این روابط ادامه بیابه و قطع نشه، توافقنامه امریکا طالبان متاثر میشه از این مسئله؟ یعنی دوم، روز جمعه در امریکا یک انفجار صورت گرفت، مقام های امریکایی گفتن که ممکن این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری بوده. هم اظهارات معاون نخست رئیس جمهور درباره ادامه روابط القاعده با طالبان، هم اظهارات مولوی شرعی از اعضای رهبری شورای رهبری طالبان پیوند با رویداد امریکا داره، میخوان بهره گیری بکنن، یک طرف میخواه رد بکنه مسئله را و روابطش را. او بزمی حرف اخیر شما آغاز کنیم، من فکر میکنم زیاد روشن نیست که رابطه بین این انفجار و وضعیت وجود داشته باشه. خوب نمیشه این کار هم کرد چرا بازی ها پیچیده است ممکن، ولی مسئله دیگه است که آیا اگر طالبان رابطه خود با القاعده ادامه بتن این تفاهمی که صورت گرفته بین امریکا و طالبان آسیب پذیر میشه؟ من فکر کنم امریکایی ها میدانن این مسئله را، درست، ولی شاید ظرفیت اینمی وقت ما کم باشه که ما تبصره کنیم که بازی کجا میره. ولی من باور میست که ایالات متحده امریکا با یک مانور استراتژیک وارد یک فاز جدیدی از معادلات منطقه‌ای میشه و بسی تقابل با چین است و مسئله روسیه است و مسئله ایران است، بازی به لحاظ استراتژیک تغییر کرده
و باوری امریکایی ها به ایست که چگونه در منطقه یک تعامل سیاسی را ایجاد کرد که بتانه برای رقبای استراتژیکشان در آینده تهدید خلق بکنه. با اول لحاظ اینا میرن وارد گفتگو با طالبان میشن و احتمالا باورم همیست که طالبان یک چتر کلان است برای رشد افراطیت در منطقه و گروه های تروریستی و دهشت افغان در تای طالبان میتونه منطقه را تهدید بکنه و منافع کلان چین و روسیه و ایران را در اینجا تهدید بکنه. من فکر میکنم زیاد مسئله مثل بحث القاعده نیست، مسئله است که آیا این خواست ایالات متحده امریکا می به کرسی عمل می نشینه یا خیر. یعنی او خواستی است که طالبان باید بیان در یک نظام ایجاد شود، نظام اسلامی باشه بین مجاهدین و بین طالبان و بین تعدادی از تکنوکرات ها، یک ساختار اینجا شکل بگیره. ولی اساسا آنچه که امریکایی ها ایالات متحده امریکا میخواه که اون بس ایجاد یک فضایی است که به نحو این فضا بتونه من خواست امریکا را در منطقه تضمین بکنه و منافع رقبای امریکا را در منطقه تهدید بکنه. درست، احتمالاً اون چین است. به اول لحاظ من فکر میکنم بازی بسیار پیچیده است و یک مانور بسیار خطرناک جدی است و اگر افغان ها در این تعامل درست وارد نشوند من فکر میکنم که فرصت بسیار به ازالت خوب به بد بده. بسیار خوب. با کوتاه به هندوستان تایمز گزارش داده که 10 تن از کارمندان استخبارات چین در کابل بازداشت شدن از طرف امنیت ملی افغانستان. بیجنگ از کابل خواسته که در این باره خاموشی اختیار بکنه. این حضور استخباراتی چین که آهسته آهسته برملا میشه پیوند با همو تهدیدهای داره که شما میگین امریکا در پیش است تا در افغانستان و متوجه چین باشه. من فکر میکنم یک رابطه وجود داره. فهمی من است که چینایی ها از دو بود از وضعیت پیش آمده می ترسن. یک، اگر توافقات صورت گرفته در دوحه درست عملی شود و طالبان بر بگردن به نظام، احتمالا فضا برای رشد افراطیت در منطقه بیشتر فراهم میشه و گروه های افراطی یا گروه های افراطی مذهبی هم خوبتر رشد میکنن. مثال یزی که بحث حرکت اسلامی اویغور است و انصار الله تاجیکستان و به می شکل سایر نهضت های اسلامی دیگه که در داخل افغانستان در چه طالبان است، اینا به قوت تبدیل میشن و عمدتا این گروه ها میتونن منافع چین را تهدید بکنن، مخصوصا اون دهلیز اقتصادی کلان که چین مطرح کرده و میخواهد در خشکه حضور اقتصادی کلان داشته باشه، اینا اون را تهدید میکنن. و از جانبی دیگر اگر طالبان با فشار نظامی، یعنی فرض همینطور اگر اینا هم نظام ساقط بکنن، طبیعی که تهدید را بالا میبرن. در هر دو حالت چینایی ها تلاش میکنن که باید حضور گسترده داشته باشن و به مجردی که نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان کمرنگ شده، شما فراموش نکنین که اونجا چینایی ها حضور پیدا میکنن و به این لحاظ من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا میدونه که بعد از یک تقابل سلامتی بسیار کوتاه از آقای اندر بپرسم درباره بازداشت جاسوسان چین در کابل چیز میدانین قابل تایید است؟ بسیار کوتاه. البته در خبرت روز پوری پتول و جزیات و بندی لانه در بشپرده سوی ملی امنیت ریاست عمومی ریاست اغا دیاره بندی به خبر رو کوی روز پوری لده خبر شکر سوی نده. تشکر بسیار آقای اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان و آقای خلیل الرحمن سروری استاد دانشگاه کابل از حضورستان در برنامه. موفق باشین و همچنان از بیننده های گرامی که تا پایان همراه ما بودن. We'll be right back.